چپاول ایران توسط مافیای سپاه فاسد همچنان ادامه دارد. تفاهمنامه پنهانی 54 هزار میلیاردی قرارگاه خاتم و شهرداری تهران. قرار است خط 10 متروی تهران توسط قرارگاه کثیف خاتم احداث شود و شهرداری مدتی پیش در مراسمی با حضور اهالی رسانه‌های حکومتی تفاهمنامه احداث این خط را با قرارگاه فاسد خاتم امضا کرده، اما نه رسانه‌ها و نه اعضای شورای شهر از جزئیات این تفاهمنامه اطلاعی ندارند. بنابر گزارشی، خط 10 مترو به طول 43 کیلومتر با 35 ایستگاه طراحی شده که از فلکه چهارم تهران پارس آغاز می شود و با طی کردن مسیر بزرگراه صدر، چمران و غیره نهایتاً به وردآورد می رسد. این خط شمال تهران را در مسیر حرکت خود پوشش می دهد و این نخستین خط مترو خواهد بود که محلات شمال تهران را پوشش می دهد. نخستین بار خط 10 مترو در محل نمایشگاه بین المللی تهران کلنگ زنی شد. روزهای پایانی تابستان 99، اما پس از مراسم کلنگ زنی به دلیل دخل خالی شهرداری و هزینه های بالای ساخت این خط، فعالیت های آن متوقف ماند تا زمانی که شهرداری تهران ساخت این خط را به قرارگاه سپاه فاسد واگذار کرد و قرار شد هزینه های ساخت آن را که به لیست قیمت های سال 1400 بیش از 54 هزار میلیارد تومان برآورد می شد را با قرارگاه مافیایی خاتم در قالب تهاتر بپردازد. اما مسئله اصلی این است که شهرداری تهران قرار است چه امتیازی در برابر ساخت این خط به پیمانکار فاسد ارائه دهد.